بارش شدید باران و به راه افتادن سیل در برخی از استانهای ایران همچنان جاده‌های کشور را مسدود نگه داشته و خسارات فراوانی را به بار آورده است. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران اعلام کرد که در سیلاب‌های اخیر در 18 استان کشور 32 نفر فوت شدند و 25 نفر مفقود هستند. نمایندگی شورای علمای شیعه افغانستان در یکاوللنگ در آستانه ماه محرم با صدور بیانیه از مردم مسلمان این کشور خواست تا جلسات عزاداری و سوگواری ابا عبدالله حسین علیه السلام را هرچه با شکوه تر برگزار کنند. در بیانیه منتشر شده همچنین خواسته شده است تا در حسینیه ها از مبلغین و خطبای عالم استفاده شود تا مردم از مسائل دینی بهره ببرند. حسینیه الحورای زینب سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامذله در کشور کانادا برای تعظیم و اقامه شعائر حسینی در ماه‌های محرم و صفر 1444 آماده می‌شود. به این منظور اعضای این حسینیه با نصب پارچه‌های سیاه و پرچم‌های عزاداری و همچنین آماده سازی لوازم عزاداری برای اقامه عزای حسینی در دو ماه پیش رو آماده می شوند. دیروز جمعه 7 مرداد 1401 در آستانه ماه محرم آیین اذن عزا همراه با مراسم تعویض پرچم گنبد منور رضوی در شهر مقدس مشهد و همچنین اهدای پرچم‌های عزا به هیئت‌های مذهبی سراسر کشور برگزار شد. پرچم سیاه عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام به دست حجت الاسلام و المسلمین شیخ یوسف ملا هادی نماینده آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامذله بر فراز مسجد الامامین الکاظم و الهادی علیهما السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت در کشور کویت برافراشته شد. برافراشتن پرچم و سیاه پوش کردن حسینیه ها از رسوم رایج در میان شیعیان است که قبل از فرارسیدن ماه محرم در حسینیه ها، مساجد، تکایا، خانه ها و کوچه و خیابان های شهر به اجرا در می آید. مسئولان مرکز اهل بیت علیهم السلام از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامذله در شهر ماجانگا در کشور ماداگاسکار با سیاه پوش کردن این مرکز به استقبال ماه حزن و عزای آل الله علیهم السلام رفتند. این مرکز همه ساله در ماه محرم و صفر میزبان خیلی پیروان اهل بیت علیهم السلام است که در عزای سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به اقامه عزاداری در این مرکز می پردازند. خانم فاطمه پیمان نماینده محجبه و افغانستانی تبار مجلس سنای استرالیا در نخستین جلسه سخنرانی خود در مجلس سنا طی اظهاراتی خطاب به حاضرین گفت مرا به خاطر حجابم قضاوت نکنید.